یه دقیقه بابا چطور جزا احوال شما ماشالله همه جا هستینا حال شما چطور رو الان میام خدمت این حساب شما جان واسه بینم جان کارت گواهی نامه کارت آرش چی خلاف کردی کارت گواهی نامه یه دقیقه واسه پول رو بدم بیا خلاف یک دقیقه و یک ساعت نداره خلافه آقا جون من الان میام خلاف کجا بوده کارت گواهی نامه رو بده لطفا کارت گواهی نامه اصلا با هم نیست پس شد دو تا خلاف چرا با همی چرا اینجا سلام میارمش الان میارمش ولی جریمه نکنی میارم چه فکر کردی که ماشین چند صد میلیون تومانی سوار شدی هر کاری دلت خواست بکنی آما چیکار کردیم صبر کن دست به قلم نشه جون جریمه میارم یه دقیقه صبر آقا سرباز بیا بیارم سر سلام علیکم. سلام. شما چطوری؟ آقا مبارک باشه. همون ماشینه که میگفتین. بله. حساب واری چک بکن. ببخشید اینجوری. قابل نداره آقا. سلامت باشی. بریم بعداً حساب بکنیم. نه آقا اجازه بدید من زود برم من عجله دارم. آقا چه عجله‌ایه؟ بریم بعداً حساب بکنیم. میگم من عجله دارم. آقا ما هم عجله داریم. ببخشید از خودش کار داره. نرسیده کل وقت ایستادی. یه دقیقه صبر کنین. من معذرت می‌خوام ماشینم پلیس داره جریمه می‌کنه خدمت شما 200 تومان. دست شما درد. دست اون گواهی نامه منو لطف کن. بده من آها همینه دست درد کنه قابلی نداشت آقا اما 20 تومن دیگه 200 تومن بود که یه شب سود اومد روش بیان میخوام بیان دوباره با همه صاحب کنم بیان کم بکن من عجب خوبه اگه به آدم میده ظرفیه چند بده بفهم اینم گواهی نامه خدمت شما ماشین رو منتقل کن برای پارکینگ آقا که قربان بفهم اینم گواهی نامه این گواهی نامه پیوست باشه پیوست برای چی گفتی گواهی نامه رفتم گواهی نامه رو بردم دیگه تو خجالت نمیکشی مامور دولت در هنگام انجام وظیفه اینجا نگاه میداری اون وقت میره از تو فروشگاه که میخوام اساس بخره اسباب یعنی چی؟ اسب کجا بوده؟ من این گواهی نامه گذاشته بودم تو سوپرمارکت رفتم آوردمش اخی گواهی نامه تو سوپرمارکت چیکار میکنه بسر؟ چرا اصلا آدم همه چی که نمیتونه بگه با من اومدم اینجا یه سری خدمت گرفتم برای خونه پول با هم نبود گواهی نامه گذاشتم گرو الان پول جور کردم الان گواهی نامه گرفتم نشتبانه که قربان که ماشین میلیونی که کسی میره اسباب بخره که گواهی نامه گرو نمیذاره که داره مسخره میکنه که بله خاطر میخره بزنه مسخره چی سرباز ای تو اصلا برای من بگو این ماشین مال توئه اصلا به قیافه من میخوری ماشین مال من باشه آخه دیدی که منو از بیمارستان چی پرتم کردم بیرون به هر دریم که زدم نشد مجبور شدم اومدم راننده ای آقا شدم خیلی خوبه ببین مدارک ده ببینیم مدارک تو ماشین هست بدم خدمتتون ببخشید ماشین این دو ماده همین که هست که بیمارستان بیرونش میدم خب اول یه نفس تازه کن بعد حرف بزن ببینم چی میگه ماشین این بیمارستان هست اون فراموشی پسرش رفتیم در شرکتش و اینا صاحب کن بینا من اینطور که نمیفهم تو چی میگم درست حرف بزن تا من ملتفت شم نشسته بود پشتش پشتی؟ پشت ماشین این دو ماده خواهرتون هست نشسته بود پشتی چی؟ پشت ماشین قلمکار هی دادی بیداد با این حساب کار داره دست دستی دایی حسانم در میره روحانی چیه داشت نمیاد؟ اسمشو که یادشه اسمشو یادشه ولی نمیدونم هر موقع نگاه به دستاش میکنه میگه چرا یه شبه پیر شده بر همین وقتی تو آینه نگاه میکرد فکر میکرد باباشه آلزایمره؟ نمیدونم بذار از تو کتابا ببینم پس این چه لیسانسی تو گرفتی؟ چه لیسانسی بود؟ تو الان به من توهین کردی؟ نه واقعا چه لیسانسی؟ این فکر کنم روانشناسی تو مدرک منو الان زیر سوال بردی؟ روانشناسی بالینی بود بالاخره اون انگیزه های نهان در ناخودآگاهت که ریشه در مرد سالاری منفور تاریخیت میمونن ریخته بیرون؟ چیم ریخته بیرون؟ چون من با مدرکم با سوادم با دانسته های علمیم کار نمی کنم پول در نمیارم اینو میگی؟ واقعا تخصصی شد من این چیزا رو نمیفهم ولی ادامه دیدی؟ بده دیدی انگیزه تاخیر کردنه؟ نیست چرا ایستاده؟ برو بگرد ببین این پیره مرده رو کجا قایمش کردن برو سری ساختمون میونی کارگرا چش تیز کن گوش تیز کن ببین چه خبره چشم شما آروم باشون استاد چشم ده برو دیگه هیچ ربطی به من نداره دست پیرمرد رو میگیری از خونه زندگی من میبری بیرون برو مینا واقعا هیچ انگیزه ای نداشتم خواهش میکنم تمنا دارم شما داشتی میرفتی کتاب بعدی لطف کنید اگه خواهش میکنم خیلی لطفه ببین چقدر من آدمی واقعا چیز پیچیده ای واقعا پیچیده است واقعا پیچیده فکر میکنم تو همین کتاب باشه که آره همینه که راجع به فراموشیه
به من نمیدونم چه قرصی به این داده تا الان بیدار نشده. دختر بزرگه خاتون، شما خوبین؟ بله خاتون بهتون خیلی زحمت داده. نداده؟ هستش؟ نیست؟ بله شوهر خواهرم ها، ولی تا حالا چند دفعه بهت گفتم آدم قابل اعتمادی نیست؟ منم میدونم قابل اعتماد نیست، ولی انتخاب خواهر توه دیگه، با اون قیافه زاغارتش کله شدی با. ولی در مجموع آدم بدی نیست، ولی کلن با جناق خوبی نیست. فراموشی به موجب ضعف حافظه به دلیل آسیب، شک یا بیماری و اختلالات روانی دیگر پدید می آید. آسیب دیده؟ نه، یه تصادف کوچیک بود. به کسی شک داشته؟ بهش نمی اومد. بیماری یا اختلالات روانی چطور؟ ببخشید مزاحمتون شدم. قربان شما، خداحافظ. چرا با ما این کارا رو میکنی خاتون؟ تو این غذا بپزم یا تو این؟ تو این بهتره. نه نه، این بهتره. دیر جنبیده بودم، این خسرو رو کشته بودم. هی کاش دیر جنبیده بودم. تفنگه چی شد؟ میبرمش بیرون. داری عدای من رو در میاری؟ نه نه، عدای تو اینجوریه خانم. نیاخان دارم بادت میزنم، فشارت نفته به. آروم باش، آروم باش، بفرمایید، شما میفرمایید، بفرمایید. بر اساس شواهدی که شما برای من گفتین و شواهدی که خودم به عنوان یک روانشناس دریافت کردم، تشخیص اولیه من اینه که ایشون دچار فراموشی به دلیل ضعف حافظه شده. یعنی زنده میمونه؟ مسخره کردی من یوسف؟ نه، من مسخره نکردم. تو الان منو مسخره کردی؟ میگم واقعا تو رو مسخره نکردم. بالاخره انگیزه های نهان در ناخودآگاهت که ریشه در مرد سالاری منفور تاریخی داره رو ریختی بیرون؟ همین الان با پیرمرد از خونه من برو بیرون. ریخ بیرون؟ چی؟ همین انگیزه های تاریخی که ریشه در نامردی های ناگسسته و اینها دارد. برو بیرون یوسف، بدو. میرم، ولی من نمیفهمم حرفت چیه. گفتم اگر لطف کنی توی یه برگه آچار بنویسی من اینا رو متوجه بشم، ما داریم با هم زندگی میکنه. حرفم بیرون! نینا خانم چرا جیغ میکشی؟ من واقعا متوجه نمیشم. یه سر توضیح بده، من هی عصبی میشه. اینجوری میشه، نکن دیگه اینجوری. بیرون! چطوری؟ کلن بالا رو بیخیال شدی دیگه، همینجا پارکینگ؟ آره، گرفتارم باید برم. نگاه آه. یه امانتی وردم، یه چند روز بذارم پیشت باشه. بریم بالا، امانتی رو ول کن. یه ماشین میخوام یه چند روز تو پارکینگت برام نگرش داری. هرچی، ماشینم نه، من کلن که امانتی نمیگیرم از کسی. آقا برای چند روزه؟ من خودم که نیست، امانتی دستم میذارم اینجا تو پارکینگت تا چند روز باشه. هر چند روز؟ این مال خودت بود یه چیزی، ولی من کلن امانتی نمیگیرم. میگم برای چند روز. آقا چرا داد میزنی؟ نمیشه دیگه. بیا بریم بالا. حالت بده. نرفتی تو آشپزخونه خوش بشینی؟ نه، این آشپزخونه ما واسه شما داستانه دیگه. خونتون تفریح نمیکنی تو؟ پلی استیشن بازی نمیکنی؟ من تو پلی استیشن بازی میکنی؟ نه، خب مال منم پلی استیشن توه. مورد داره؟ آقا من کاری به تفریح تو ندارم. من که نمیتونم این ماشین رو گوشه خیابون ولش کنم که. هر چی. حالا ببین کار ادا اینه. بله، پارکینگت کدومو بیارمش؟ دوزدال چند سویشی بده خودم میارم. نمیخواد خودم میارم. بده سویشی. آقا ما اصلا امانتی نمیگیم. بیا برو. موازه باشه. فرمونش ایدرولیکه نه؟ بله. ببین. یا دوتا نیشکن کلو داره. چهار تا عقب. حواست باشه. کجا میری؟ این دره ای بری. این دره است. بس خودم بیارمش تو. دستبانی خب حالا هرچی ده. خب منم باید جوابگو باشم. ببین عزیزی من، دیروز تا حالا همینطور هی زنگ میزنن برای این طرحا. هزار بار تا حالا بهم زنگ زدن.
خب اگه من میتونستم خودم انجام بدم که نیازی به شما نبود. خیلی خوب. خیلی خب، حالا من یه دستی بهش میکشم ببینم چی طور میشه. ولی گفته باشم تا اینجا رو من لاپوشونی کردم، از اینجا به بعدش دیگه با خودته. ها گفته باشم؟ خیلی ممنون، لطف کردید. خدا نگهدار، خدا نگهدار. بیا، من میدونم دیگه آخر اخراجم میکنم. تموم شد؟ بله تموم شد، شما بفرمایید. فراموشی تدریجی. تدریجیه؟ بقایای جدید به حافظه بلند مدت منتقل نمیشه. بعید میدونم، من فکر کنم منتقل میشه. تجزیه کننده. اطلاعات مهم و سری از خودش گفته؟ نه من نشنیدم. فراموشی ابتدایی به دوران کودکیش مربوط میشه. چه مال دوران کودکیه؟ فراموشی معکوس در به یادآوری وقایع گذشته دچار مشکل است. خودشه اینه. یارو چند تا داشتیم میرفتیم؟ 320 تو پارکینگی. خوده؟ صفایی ها، این امانته ها، هر چی میخواد باشه، پیشت باشه، شیش چشی حواست بهش باشه، بعدم سر فرصت میام قصهش برای تعریف میکنم. باشه. نکن. قصهش چیه؟ حالا من کار دارم، فوت فوری باید برم. تو نگی این ماشین از کجا آوردی نمیذارم بری. دست ول کن آقا، کار دارم میخوام برم، چیزیش به من تو نمیرسه. بالاخره آقا این ماشین دست من امانته، چهار نفر بگم مالک کیه من باید بدونم. بعدن بهت میگم. الان بگو دیگه. چیه؟ آقا جون میگم بعدن بهت میگم. من گفتم چه بیماری گرفته؟ نه شما نمیدید. تشخیص من اینه که ایشون دوچار فراموشی معکوس شدن. چه تشخیص درستی؟ واقعا؟ تو انگیزه ای الان داری از گفتن این حرفا؟ نه من واقعا انگیزه ای نداشتم که گفتم. ببین به نظرت باید دوباره سنگ بری لای دندونش تا خوب شه؟ اون انگیزه های نهان در ناخودآگاهت که ریشه در مرد سالاری منفور تاریخی داره نریخ بیرون. مینا من واقعا اینو نمیفهمم، اینو میشه توضیح بدی؟ اونو ولش کن. اینا واقعا بساط ما، همه این ماجرا همین بود که گفتم. ببین کارادا، این دفتر دستک مال این برنامه‌هاست دیگه. دست در نکنه با اینجا که این دفتر خودمونه. به وقتش از مشاورت استفاده میکنیم، از دفترت استفاده میکنیم. استفاده میکنین شما؟ در حال حاضر دارین سوزنی هم بغلای دفتر استفاده میکنی، حواسم هست. خیلی خیلی من ازت ممنونم، خیلی هم زحمتت دادم، بابت پارکینگت هم به وقتش حسابی از خجالت در میام. خب آقا با اجازت من دیگه برم. بفهم. من کم کم زحمت کم کنم. بفهم. قربون از این سویچ بده من برم. برو بابا. چه؟ برو بابا. سویچ؟ سویچ ماشین بده برم. سویچ ماشین دست من میمونه آقا جون. من صاحب پارکینگم، اومدیم چهار تا ماشین خواستن جا به جا بشن، سویچ میخواد ماشینه. برای چی جا؟ اگه ماشین تو خواستیم ببریم مثلا تای پارکینگ با بذاریم رو دوشمون، 15 نفر ماشین جانوالی رو ببریم. اولا که نیاز نیست تو پارکینگ جا به جاشم نکن تا خودم بیام. نیازی بعد اون بحث اعتماد من تو که نیست، من که به تو اعتماد دارم. این امانته. نه یه امانت نیست. خب پس برش دار برو داداش. اگه من عشق ماشین بودم میرفتم سر چهارراه 250 تا ماشین میدیدم. آقا نگاه کن این سویچ بده، باید پیش من باشه. من آقای تو هم. رفیق من، سویچ بده. هیچ چیت نیستم. خب ماشین سویچ بده برم. آقا ماشین امانت پیش من نیست مگه؟ ببین کانادا حواست بهش هست؟ کوکو. آره تکونش نمیدی؟ نه من برم. خدا حافظ. قول دادی ها؟ آره برم. خدا حافظ. خدا حافظ. گلا جون میخوایی زنگ بزنم یه تاکسی بیا؟ زنگ بزنی ولی داره پولام هدر میره. امان از دست این مامان بابایی بی فکر. آره تا الان مامان تو هم میاد. بله. آقای محمدی ببخشید میشه زنگ بزنی یه تاکسی بیا؟ کشم. ممنون. کجاست بابا؟ ای بابا تو من خدافز هستم. آره تا مامان تو هم اومد. خانم دستون درد نکنی. معطل شدی بابا؟ معذرت میخوام، قربونت برم الهی. نه آباجی، کار از اون حرفایی که من و شما فکر میکنیم گذشته. بله وایسا بینا، برای چی وایساده اینجا؟ میگه نگفتم برو سر ساختمون حواست به کارگرا باشه؟ یالا. بله دبارا. کدوم کارگرا آباجی؟ نه بابا جون،
دو معداد دارن خرج میکنن، به من دخلی نداره. شما حرفی منه بشنو. همزبون به قول دکتر رادیو میگه ها، هر وقت یه همزبون دیدی همیشه حواست جمع باشه، ببین کجا داری میری و هاش کجا داری میای. شما اینجا نگاه بکن چقدر خوشگله، واقعا خیلی جای خوشگلی ها. همینجا میگم خیلی خوشگل. آها وایسا. سلام آقای خوبی هستی شما؟ شما؟ به سلامتی. برم دیگه. آخه یا شما هم ولایتی خودمون هستی یا نه؟ نه نیستی شما. خب خدا رو شو آتون تر برم. ببین من خوش اومده آقا هستی. به قول دکتر رادیو میگه باید از همون بچگی هوای بچت داشته باشی، یعنی همون موقعی که کوچیکه باید هواش داشته باشی، درست تربیتش بکنی که خدای نکرده یه وقتی یه اتفاقی براش نیفته. خوش اومد، خیلی بابای فهمیده‌ای هستی. یکم سریع‌تر اگه میشه. باشه آقا باشه، سریع‌تر. یعنی باید میگه اندازه رو باید ما رعایت کنیم. سرعت چی هست؟ اون تو شهر دیگه، حالا دیگه ما هم باید خیلی مراقب باشیم. ببخشید تا تلفنمون زنگ میخوره، اجازه بده شما. ببخشید تا ببینم کیه. آخ 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 خدایا، باید جوابش بدم دیگه، چاره نیست. اجازه بده ما همینجا باید باید بایستم آقا، باید جواب تلفن بدم از این سده نو. همجور تو رفتن جواب بده. مگه میشه آقا؟ یعنی خودکشی؟ آره؟ اه اه تو اینجا جایی خوبی هم؟ اما عجله داری. اجازه بده عزیزم. از شما درد نکنه، بفهم. خیلی خیلی ممنون آقا. جونه عزیز دلو، پول خورد بدی. موقع کجا پول خورد بیارم؟ آقا پنجاهی خورده دیگه. پنجاهی پول خورده؟ دست شما درد نکنه، بگی پول خورد بده عزیز. خب من از کجا بیارم؟ بابا چقدر خورد داری؟ نه ندارم. نداری چی؟ نه. نداریم آقا. عزیز من میشه 12,750 تومن. خب من چی کارش بکنم؟ این بگی خورد بده به من. میگم من 1,000 تومن دارم. هزاری که به درد من خیلی. آقا موضوع 1,000 تومن این ببر، کشه بعد حساب میکنیم. برو. نه آقا نمیخواد، این خدمت شما باشه، کشه بعد من خدمت. عزیز و من مشغول زمه شما نمیخوام قشم. آقا جان باشه، دفعه دیگه بقیه کشه. کشه بعد بده، بیا قربونت برم. بیا خدا حافظ. خدا عزیز. بیا بابا بیا. گلناز واسه این من داده بدم میخوام برم خونمون. خونه برای چی؟ بیا اینجا، مهمون مایی. ولی من نمیخوام مهمون شما باشم. بچه مگه خواستنیه؟ بیا میگم مهمون مایی. خب مهمون اینجا زوری نمیشه. نگاه کن بچه، من تو یه حساب کتابایی داریم که ایشاله باشی به وقتش. بیا تو. خواه تو گفت آدم باید با هم قدری خودش حساب کتاب کنه. فقط تو یه 24 ساعت بدن دست من، یه بچه یا کنارت بسازم شاکارا. بیا تو بیا. چی داری میری؟ بایس میگه بایس میگه بایس میگه یادت میگه یادت میگه. ماشالله ماشالله ماشالله، بچه ای فرضیه بر خلاف بابا شما، ولی ما پیر شدیم مسابقه گذاشتیم بهش نرسیدم. بله 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 بله. ببخشید قرار شد بچه ها پایین باشن ها؟ آه بله، بابا مهمون داره، شما برو خونه خاله. ولی من خواستم، حالا حوصله مهمونی هم ندارم. میگم بابا مهمون داره، برو پایین. ببین بیا. میگم مهمونی بابا چقدر گندست که زمانی میشه؟ به هوش اومد؟ نه به هوش نایمده. مهمون بابا یکم مریض احوالی، شما سر صدا میکنی، برو پایین. بیا 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 میگم برو که نخیر نمیم تو برو. بازی میکنیم بچه بابا، هنوز بازی میکنیم. برو برو بازی بازی کنیم. به هوش اومد، به هوش اومد بابا. عزیز من، خواری من، یکی از دو ماداده تو ماشینش دیدن. چند روز هستن این پیرمرد گم و گوره. شما فکر میکنی غیر از این است که هرچی از زیر سر این دو تا انچو شکی ماده مولا؟
حرفی منو بشنو خاری من. شما باید دستی مایده رو بگیری و بری زیاره. این بابا قطع اندره دنبالی مایده میگرده. از بقیهشون که خبر نداره. حرف بشنو خاری من. شما بسم الله شو بگو رایشو برو برای زیارت. همین که من میگم. زیارت. التماسی دار. چند تا؟ 70 تا. خب خوبه بس مشکل نداره. 70 تا. آیا قلم کار تو بین؟ دهنتون دیگه سیر نیست؟ دندونتون درد نمیکنه؟ اینجا کجاست؟ اینجا خونه دادا رضا. ای آقا خسرو به بیمار تلقین نکنی. خونه آقا یوسفه. یوسف. یوسف منم. من یوسف میرایی دستبانی. بس. شما چی باشین؟ ایشون همسر بنده مینا خانم، دختر خاتونه. دختر کوچیکشه، دختر بزرگش زن منه. وقتا برای چی اینجا نشسته؟ کجا بشینم؟ بلند شو برو برای آقا جون چای برده بیا. برای کی؟ آقا جون؟ برای آقا جون. آقا جون کیه؟ آقا جون؟ آقا جون میخورم. چرا برای آقا جون چای نمیاری؟ اجازه بدی من برم بیارم. نخه، بشین سر جا. آقا جون ببخشین، شما اینا رو نشناختین؟ نشناختین؟ این نامز اینجا شما رو نمیشناسن. وقت گفتی شما چی بودی زنی چی؟ همسر بنده. وقت خودی شما چی هستی؟ من یوسف میرایی دستبانی. یوسف میرایی؟ میرایی دستبانی. بله اون وقت شما چی هستین؟ من خسروی فراخجایی. نه اسمانشون رو نپرسیدم. با چی؟ میگم با اینا چه نسبتی داری؟ من با میرایی دستبانی با جناقیم، یعنی همریشیشم. همری چشم؟ بله. جان خواهد. میگه چه؟ نبی گونست نخیشست روم بدی فال همری چشم. خیلی بابا. ایشه دارم. ببم. بلند شو برای آقا جون چای برداریم. آقا جون ببخشین دو یه خورده بدون بی احترامی شد. هم نشناختم دشون. آقای دکتر من خیلی نگرانم. به همه جا زنگ زدم، همه جا رو گشتم، نیست آقا جونم. تو این چند وقت اخیر بابادون مضطرب نبود یا حالت افسردگی نداشت؟ چرا تو خودش که بود، ولی روزی قبل تصادفم با یه دست گور رفتیم توی مؤسسه خیریه. خب متوجه نشدم کیا میخواست ببینه، ولی به هر حال که اون طرف نبودش. وقت نپرسیدی؟ گفت بعدم میفهمی. راستیاتش چند روز قبلش هم جمعه صبح از من خواستش که ببرمش دم خونه همین دو نفری که شما دیدین. میگه خودش رانندگی نمیکنه؟ چرا؟ ولی از من خواست ببرمش. نگفت با این دو نفر چی کار داره؟ نه نگفت، ولی من از خودی همین دو نفره با فهمیدم در مورد یه شراکت و یه سهم و این چیزا صحبت میکنن که مالی گذشته است. عجیبه است که این دو نفر هر بار به یه شکلی با این ماجرا مربوط میشه. من هر دو تایتون رو دوست دارم بابا جان، اما میخوام یه مسابقه بذارم. ستایمون میخوایم به هم بدونم. وقتی من گفتم ستایمون میدونم ببینیم چیزو تر دستش میذاره به درد. یه دو سه از دست در این بچه ها وقت نذاشیم تا این پیره مرد پیشنهاد داد بیم دمه در قدم بزنیم ببین چطور بهش شست. قابل توجه شما با این انگیزه ها و آموزه های تربیتی. درست میگی شما، درست میگی مینا خانم. بله. ولی آقا خسرو دقت کن ببین مینا خانم چقدر درست تشخیص دادن بیماری آقا قلمکارو. میگم فراموشیه. بلکه ماشاءالله. من واقعا به وجود خانواده اینا افتخار میکنم. من واقعا فکر کردم سرما خورده. خب با معلومه فراموشیه. میگم درمونش چیه؟ بالاخره اون انگیزه های نهان در ناخودآگاهیتون که ریشه در مردسالاری منفور تاریخیتون دارن ریخته بیرون. مینا خانم یه نگاه به هیکلش بنداز، انگیزه های نهانش کجا بود؟ میگه روش درمان چیه؟ نیاز به بررسی بیشتری. ببین چقدر کارشناسانه، ببین چقدر دقیق، ببین چقدر منظم گفتن. واقعا من تبریک بهتون میگم مینا خانم. این قبض پارکینگ کو؟ کدوم پارکینگ؟
همین که ماشین رو توش گذاشتی. نکنه تو فکر کردی من می‌ذارم ماشین می‌ذارم پارکینگ عمومی که تا شب نشده یه پسر رو پیداش کنه؟ مگه چند تا از این ماشین تو شهره؟ پس کجا گذاشتیش؟ یه جای امن گذاشتم خیالت راحت. چرا ماشین رو به خود پسره ندادین؟ اون وقت فکر می‌کنی نمی‌پرسیدی ماشین رو از کجا آوردیم؟ قبیه می‌پرسید. قبیه می‌پرسید. شد. احتمال آلزایمر هم هست. واقعا زنده میمونه؟ یوسف تو برای چی کردی؟ بچه ها من میرم دنبال بچه ها واقعا نقلش شوهر تو دو سالگی باید پسرشو خبر کنی. نه فعلا باید دست نگرده. پیدا تون کردم. بگیرش برام. بگیرش قرض و فرار کنید بابا. بگیرش. ای کاش لااقل این چند میلیارد رو یادش بیاد. میلیارد؟ یه حدسی برای خودش میزنه. اصلا میلیاردی هست که الهی بخواد یادش بیاد. حدس چی میزنه؟ صبر کنی. اگه چیزی هم باشه مربوط به خود خاتون میشه. مگه تو به زنت نگفتی؟ تو گفتی نه؟ چی رو بعد به من میگفته؟ عجب آدمی هستی. خب میگفتی دیگه. میگم چی رو باید به من میگفته؟ هیچی نگاه. هیچی. همین سهم شراکتو. صبر کنید ببینم موضوع میلیارد چیه؟ بابا این نشسته برای خودش همجور رو هوایی تخمین زده. خسرو؟ بابا میگه چند میلیارد و نمیدونم فلان تومن کو. اصلا میلیارد کو؟ خسرو؟ وای مریم خیلی خوب. میگه مثلا اگه که سهم بابای مهربون شما بخواد بهش برسه حدودی 40 تایی میشه. بله 40 میلیارد؟ یوسف تو که گفته بودی 4 میلیارده. پس چطور 40 میلیارده؟ مینا خانم اون موقع من سرما خورده بودم تو دهنم درست نچرخید، ولی واقعیتش 40 میلیارده. ولی اگه یادش بیاد این مهمه. مرده بودی راست میگه. اگه یادش بیاد وقتی که سر استراحت میبریم تحویلش میدیم. فکر میکنم ولی حالش داره بهتر میشه. بیا یه دقیقه بریم. ماشالله یا تو بدتره. پس من یا تو بچه ها خوش میگذره؟ بله. آقای قلمکار خوبی؟ بله، اما داشتم پیش خودم فکر میکردم که دارم میام یا دارم میرم، عقلم نمیرسه. آخه به چیزی احتیاج نداری؟ چرا؟ یه چای دارچین برای من آقام بیارین. خیلی خوب است. بله چشم. ببینم به تو شما دلتون چای دارچین میخواد؟ نه. بفرمایید. آخه خانم ما قدمه شما بزرگترین. شما بفرمایید. شما بیاین دیگه. با اجازهتون. بسا. هو هو چی چی هو هو چی چی هو هو چی چی فکر نکنم اتفاق بیفته. ولی من فکر کنم این 40 میلیارد ارزش ثبت کردن رو داشته باشه. چند؟ 40 میلیارد. نه کاکا 20 میلیارد. 20 مال کاکاته. بله. سلامت بشه. چه من فکر میکنم علاوه بر شوک عصبی که به خاطر اون سانه تصادف بهشون وارد شده است باید یک زمینه قبلی هم داشته باشد، به خاطر اینکه تو ناحیه سر بنده هیچ گونه آسیب فیزیکی نمیبینم. ببین آقا جون، خارج شدن پدر شما از محیط بیمارستان نمیتونه تقصیری به عهده من و همکارم بندازه. البته من قبول دارم ممکنه یک تقصیرات جزئی وجود داشته باشد، ولی شما که خودت شاهد بودی که پدر شما از محیط بیمارستان فرار کردند. البته من امیدوارم که تا آخر شب خبرهای خوشحال کننده ای به دستمون برسد و از ایشون خبر خوبی به دست بیاریم. آقای دکتر اگه نرسید چی؟ خب عزیزم از طریق مراجع قضایی نیروی انتظامی اقدام میکنیم. من حدس میزنم، فکر میکنم که ایشون اون مرحله فراموشی رو پشت سر گذاشتن و الانم شاید بازم احتمال بیدم که یه مسئله خانوادگی عاطفی یا کاری در بین باشد. نه اینکه بخوام خدایی نکرده بیمارستان رو تبرئه بکنم. شما که خودتون در جریان هستین که؟
من نمیدونم آقای دکتر، من فقط میدونم اگه بلای سر آقا جونی من اومده باشه مسئولیتش با شماست. آخه عزیز من، مسائل و مشکلات خانوادگی بیمار که ربطی به بیمارستان نداره. آقای دکتر، آقا جونی من تو این بیمارستان بستری بوده است. شما میدونه این حالت عادی نداشته، باید مواظب بودین. تکلیفی من چی چیه؟ عجب. نگاه کن یوسف، سلامتی آقا یعنی رسیدن به سهم شراکت. خب علاوه بر این یه رابطه هایی هم باید این وسط ما ازش سر در بیاریم. فقط یوسف حواست رو جمع بکن، از دهنت نبره رد و نشونی بدی ها. رد و نشون بدم؟ یوسف من میگم رد و نشونی ندی. پس من میگم آقا بیا سنگامون رو با هم وا بچینیم. خیلی نگاه بکنم، از شما میگی که من بالکل منکر بیمارستان میشی؟ این آقام که یه جوری میکنه بویه یه 40 میلیارد خورده به مشامشا. مگه تو رو از بیمارستان ننداختم بیرون؟ اون پرونده و اون چه؟ باش! آقا یوسف، این مسائل به شما ارتباطی نداره. خب خودت میگی بگو، تو بیمارستان هم دیگر رو دیدیم. میخوای برگردیم؟ خواه اگه برگردیم که بنده خدا اوپا میشه میاد. خب تو خونه باشیم که بهتره تا. خب اون مسئلهی که تو خونه قایم کردی پاشیم بریم خونه بگیم چی؟ من به نظرم بهتره که بر نگردیم خونه. یوسف میشه یه خواهشی از شما بکنم؟ شما کلن سکوت کن. باشه من میرم خونه، میرم دیگه هم نمیتونم. فوری قهر میکنه برای من. من که گفتم پاش بر خونه، میگم شما باش ولی سکوت کن، بذار من حرف بزنم. باشه من سکوت میکنم، فقط به خاطر اینکه تو خوب دروغ میگی. دروغ بگو. ای خدا، خدایا، یعنی بین این جمعیت چند میلیاردی یه آقا باید بشه باجون آقا من؟ میگم خسرو، جمعیت دنیا 40 میلیارد میشه دیگه ها؟ 7 میلیارد زاد و ولد میکنم به 40 میرسه دیگه. اسد جونم، اسد جونم، تعطیلش کن و برو. هنو غروب هم نشده، امروز زود تر تعطیلش کن. ولی آخر نداره، همین که گفتم. دایی حسن، واقعا اگه کار دارید ما مزاحمتون نباشیم. نه خیر، شما آقایون تشریف بیاریم با من. سلام برسیم. کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم که پشت گریه و